بینندگان عزیز، شنوندگان محترم، خدمت شما سلام میکنم. امروز یک شنبه هست و 26 ماه فوریه سال 2012. فرصتی رو غنیمت میشماریم و مهمان عزیزی داریم. مهمان که چه عرض کنم، آقای بهمن احمدیان صاحب خونه هستن و ایشون یکی از افرادی هستن که سالهای سال در رادیوهای مختلف، تلویزیونهای مختلف برنامه داشتن و همکنون این برنامه به صورت همزمان از تلویزیون مردم و تلویزیون آپادانا پخش میشه. جا داره که تشکر کنم از دوست عزیزمون شاهین و آقای ستار، خانم ستار، که این برنامه رو از اونجا رله میکنن. آقای بهمن احمدیان، من خدمت شما سلام میکنم و امشب اگر اجازه بدید من به خاطر این گلو دردی که دارم سکان کشتی رو در دست شما قرار بدم، ما رو به ساحل دانستنی ها و آگاهی ها ببرید و به ما بگید که دنیا به چه سو و سمتی در حرکت است و چه خواهد شد. پیشاپیش از شما تشکر میکنم. من هم مثل شنوندگان و بینندگان می نشینم و به حرفهای شما گوش میدم تا بعد که در قسمت دیگه بریم سراغ مهمان دیگه‌ای که امشب داریم. پس مجددا سلام خدمت شما و لطف کنید شما شروع کنید. درود بر شما جناب آقای صاحبی و سلام عرض میکنم به تمام بینندگان خوب شما و تلویزیون آپادانا و از این که امیدوارم که امشب من باید از مردم یک عذرخواهی بکنم به دلیلی که امشب بیشتر دوستان ما، من جمله این دختر خانم عزیز ما، هم رفتن که این برنامه اسکار رو ببینن، که من امیدوارم در سال دیگه به جای جدایی سیمین از نادر، ما جدایی رژیم جمهوری از اسلامی ایران رو ببینیم که جایزه اسکار گرفته و یک ملتی رو در اون شاد ببینیم. اما قبل از هر چیزی من باید تشکر کنم از اینکه امشب، اولا امیدوارم که حال جناب آقای سربی هم بهتر بشن که در هفته‌های آینده بتونیم در خدمتتون باشیم. قبل از هر چیز من باید تشکر کنم، من هر هفته از یک سری از دوستان تشکر میکنم که با ایمیل های خودشون، با تلفن های خودشون و فکت خودشون با من در تماس هستن و من گاهی وقتا یا در شهر نیستم یا اینکه نمیتونم ناشارم به این طریق یا همچین مشکلاتی میخوره در خدمت شما عزیزان باشم. قبل هرکی از خانم زری جمیر، که اگه نمیدونم اسمشون و فامیلشون رو درست میگم یا نه، این آیت متشکرم. سنرایز فریدام و دیلی آسمان، خداهای سربی، سایرس اس، که خیلی ممنونم از سایرس، خیلی اطلاعات خوبی و آپدیتی برای من همیشه ایمیل میکنن. خانم نادره افشار، سیمای وطن، جناب آقای علی زرابی از دپی ملی، این مرد بزرگوار همیشه منو با بسیاری از مسائل، با این همه گرفتاری که من دارم، ایشون منو باز در اخبار روزانه قرار میدن. آقای رضای خلیلی، آقای آرمان نوری و اقلیت ورک به اصطلاح حزب سوسیالیست یا کمونیست که نمیشه گفت جنبش کارگری اقلیت، که امیدوارم که همه اینها در رهای ایران همه با هم سهمی دارند و امیدواریم که زودتر به اون نتیجه کمی ملت ایران میخوان با اون آزادیست برسونیم. اما من قبل از اینکه هر گفتگوی رو امشب باز کنم، چند مسئله روزی رو در خدمت شما عزیزان خواهم بود. یکیش این که مسئله ترکیه امروز، همانطور که مطلع هستید یا اطلاعاتون برسم، سپرهای به اصطلاح ضد موشکی در ترکیه شروع به آغاز به کار کرد، که خود همین یکی از کارهای خوبی است که من اولا باید بگم که اگر این سپرها در ترکیه برقرار شد، پس دیگه اسرائیل اونقدر نباید ترسی به اون حالت از جمهوری اسلامی ایران داشته باشه. و مسئله دومی که وجود داره، من به دولت ترکیه، اولا از دولت ترکیه تشکر میکنم برای این پناهجویان ایرانی که به اون راه میدن، اما گله ای دارم چه از ریاست جمهوری، چه از آقای عبدالله گوت، از آقای اردوغان، که حداقل یک انسانیتی راجب ایرانیانی که به اونجا میان رو رعایت کنند. به هر حال همه مسلمان هستند، حالا اگر بخشی در ایران تابع آن هستش که زیر نفوذ، زیر تجاوز، زیر شکنجه قرار میگیرد و به کشور شما که دوست ما هستید، نه به خاطر یک جمهوری اسلامی که 30 ساله اومد روی کار، برای قرنها و میشه گفت هزاره ها با هم در کنار هم زندگی کردیم، امروز ملت ایران از ملت ترکیه و به خصوص رهبران ترکیه
کار هم در مملکت شما به امیدوارم نباشه، چون شما دارید در راه دموکراسی به هر حال از مسیری که خودتون نگاه میکنید دارید کار میکنید و عمل میکنید، ولی امیدوارم شما بزرگان اون مملکت یک مقدار هم امروز به چند دلار به قول مرغ یک مش دلار سوراخ شده نگاه نکنید، به آینده رو بهتر ببینید و بچه ها و جوانان و زن ما رو تحویل این رژیم آدم خوار ندید. من این تقاضا رو از دولت ترکیه دارم و از مردم ترکیه. و قسمت بعدی که باید شما بگم مسئله حمله به ایران. قبل از که به حمله به ایران رو قرار بدیم، میدونیم که سازمان مجاهدین بارها و بارها، من در دو سال پیش ازشون خواهش کردم این اطلاعاتی که بیرون میاد این کارهایی که میشه این مردم بیگناه رو اونجا نگر نداری، اینها رو خود برای خودتون سپر تبلیغاتی نکنید، به اینها اجازه بدید که اینها بیرون بیان. و الان هم که میبینید درگیری که الان در عراق وجود داره و احتمال بالا میده که خوشبختانه پریروز به 400 نفر تا 33 نفر تونستن از قرارگاه به اصطلاح اشرف بیرون بیان و این و اولین به اصطلاح نخستین گروه هایی بودن که اشرف رو ترک کردن که حدود 397 نفر بودن آنچه که اعلام میکنن و به پایگاه حریت یا پایگاه آزادی لیبرتی اونجا رفتن. ولی چیزی که مهم وجود داره که اینها بعد خواهید دید آنطور که سازمان های حقوق بشری و بعضی از سازمان اعضای این سازمان مجاهدین صحبت رو میکنن اینها فاقده. یکی از ایمیل هایی که من داشتم از خود یکی از این رهبرانی بود که اومده بود بیرون، یه خانم و یه آقا، بعد میخواستن که بنده در رسانه بتونم با اینها صحبت کنم، گفتم در هفته آینده بله ولی در این ماه ها نه. و مسئله اینها در صحبت های گفتگو و ایمیل هایی که به من میزدن برای این بود که اینها حتی اجازه کتاب خوندن نداشتن، اجازه تلفن داشتن نداشتن. هر چی که مصلحتی و فرامصلحتی به اصطلاح رهبران مجاهدین بود رو عمل میکردن و الان به طور تنهایی بازجویی میشن به وسیله نیروهای عراقی و نیروهای سازمان ملل در مرحله دوم که به اینها اطمینان بدن جان شما در خطر نیست. اگر مشکلاتی داشتید، مسائلی در اینجا داشتید، با جهان آزاد در ارتباط نبودید، از الان میتونید و ما شما رو جدا میکنیم و کمیسیای عالی پناهندگان از طرف چندین کشور این ماموریت رو داره که به اعضای این سازمان بگه ترسی بالای سر شما نیست که ازدواج دیگه نکنید، دیگه مسائل به اصطلاح فرقه‌گرایی در شما وجود نداره، میتونید مثل انسان آزادی در خارج زندگی کنید. البته بحث سازمان مجاهدین بحثی هست که باید در برنامه های بعد این رو باز کرد و آقایون اعضای سازمانشون یا هوادارانشون هر خواستن جواب رو بدن، بسیار آزاد میتونن همون حد خودشون دفاع کنن. و بیشتر مسئله ای که من در این گفتگوهای این خانم آقای دیدم خیلی جالب بود، خیلی از این که روی سایت ها بعضی ها رو دیدم که برای بندم فرستاده بودن، این هست که مثلا در این فرقه هر موقعی که رهبر فرقه بگه تو باید از زن جدا بشی یا تو باید از شوهر جدا بشی بلافاصله باید این کار انجام بشه، در غیر این صورت سازمان حکم اون اعدامه. یعنی شما فکر کنید این فرقه اگر همونطور که من بارها قبلم گفتم اینها مهمان یک کشوری هستن به نام عراق، دولت عراق به وسیله مردم عراق انتخاب شده، در این که دیگه شکی نیست که این همه زد و خوردن میبینیم، اینها در اون کشور به رئیس جمهور عراق هیچ نمیگیم که اصلا اشتباه نکنید رئیس عراق نوری المالک مرد خوبیست یا بدیست، اصلا ما در اون بساط و در اون سازمان و در اون حیطه نمیریم، در این حیطه هستیم که اگه شما در اون کشور به شما پناه دادن شما نمیتونید بیا رئیس جمهور یک مملکت و با فوش و ناسزا و بد و بیرا 24 ساعت بگید، یا باید یه قوهی در پشت شما قرار گرفته باشه که بتونید این کار رو بکنید و اینقدر گستاخی داشته باشید که به یک جمهوری که در اون مملکتش به شما را داده که حرفا رو بزنید. این از قسمت خارجیش. من که به عنوان یک فعال سیاسی 40 ساله دارم مبارزه میکنم برای فکرم اگر اینها رو کنار هم بذارم و شما فردا بیا ایران ممکنه فردا به تمام از آقای جمهور شما یا خانم جمهور شما از یک مرد یا زنی خوشش اومد دیگه نمیتونید بگید خانم اشرف پهلوی است که از این مرد خوشش اومد یا از اون شخص خوشش اومد، اون مرد
میتونید من سوالهایی که دارم و بسیار هم سوال دارم 15 سوال تقریبا من برای شما دارم به من جوابش رو بدید که ملت ایران هم بفهمه. اما مسئله مهمتری که ملت ایران امروز با اون مواجه است، در 3 نوبت از سازمان مجاهدین خلق ما ایرانی ها ضربه دیدیم. اولا شما در زیر بیرق امام حسین هر کاری که تونستید کردید، این آخری هم غیر از اون حملات که در زمان جنگ این جوانای ما، مردای ما، همه ما، حتی خود بنده که بودن برای اون خاک برای دفاعش رفته بودیم، شما از اون بر ناجوان مردانه اطلاعات رو میدادید در اختیار رفت که تمام پرونده های شما وجود داره. و اینکه یک نفری از جوانان ما رو هم از که این هم به شکنجه در این رژیم دیده، در شهر در یکی از استیت ها بن الان اجازه اون رو ندارم، تهدید کردید، دیدید که با افرادتون چه، اینجا آمریکاست، اینجا نه عراق، نه ایران، نه پاریسه که بتونید رشوه ها رو بدید. یکی از این افراد که شخصی رو تهدید کرده بود و اینا، پلیس الان گرفتتش و دارن ازش بازجویی میکنن. هیچ حسابتکاریاتونو در آمریکا نمیتونید انجام بدید. و مستقیم بهتون بگم بیشتر ناراحت من بر همون هست که شما کاری کردید که از نظر دید ایرانی ها در مرحله صفر قرار گرفتید. شما فکر میکنید اولا نه به ایرانی ها، برای جامعه یک اشکال بزرگی را شما به وجود آوردید، کشتن دانشمندان ایران. فکر کنید دانشمندان مثل شما علاف یا بیکار بودن از اینجا به اونجا برن و در پاریس خوشنشینی بکنن و 200 میلیون دلار ازشون چه پلیس پاریس بگیری یا بقیه مسافرت هایی رو که بعضی کشورهای دوستان عزیز شما براتون ترتیب میدن که مسافرت کنید برید و بیای. نه قربون، اونا خرجش شده. ما اگر این دانشمندان ما رو از ما بگیرید، میمونید شما و امام حسین و یا شما یا آقای خمینی دار دستش، یا ولایت خانم رجوی یا ولایت آقای خامنه‌ای. این کسافتکاری هایی که دست شما در تمام مقامات آمریکایی، اگر اونها نمیگفتن من در حد آن بودم که سوال رو بکنم. و این کسافتکاری شما مثلا فکر نمی کنم در ایران فردا. نمیدونم صدای منو دارید یا ندارید. بله بله صدا رو دارم. اجازه بدین ما همونجوری که شما گفتید به دوستانی که هوادار مجاهدی هستن یا احیانا عضو مجاهدین هستن بگین که اونها هم این فرصت رو دارن، چون همیشه باید دو طرف رو شنید تا بتونیم بهتر قضاوت کنیم. مخصوصاً یکی از دوستان امروز به اصطلاح ایمیلی برای من فرستاده بود و ایراد گرفته بود از برنامه‌های آقای عزیزان. من از آقای عزیزان خواهش کردم که با ایشون صحبت کنن، آقای عزیزان هم پذیرفت، ولی بعد این دوستمون گفت نه، ما معمولاً جایی که بهمون تهمت میزنن نمیریم. در هر صورت اجازه بدید من این تذکر رو بدم، همونجوری که شما هم به درستی گفتید، چه در این برنامه چه در برنامه‌های دیگه، دوستانی که هوادار مجاهدین هستن یا عضو مجاهدین هستن میتونن از خودشون دفاع کنن یا به قول معروف داستان رو از اون سو و سمتی که خودشون میبینن برای بینندگان و شنوندگان توضیح بدن. من ساکت میشم، شما صحبت کنید، بفرمایید. خواهش می‌کنم. بعد سوال این دوست مجاهدین شما هم فکر کنم دوست سوال خیلی، یعنی جواب خیلی ناجوری بود. اگر دادگاهی وجود داره و اون دادگاه در رسانه هاست و در پیشگاه ملت ایرانه، اگر ایشون در اونجا نمیخوان جواب بدن به طور خصوصی که اون برای همین دادگاه ها رو به وجود میارن. حالا ما یه دادگاه های قانونی داریم که در دادگاه باید بری، یه قانون دادگاه مردمی داریم که ایشون میگن تلویزیون و رسانه ها میتونن بیان اونجا خودشون دفاع کنن، بگن نخه ما در کشدار نمیدونم جواب وزارت خارجه آمریکا رو بدن، وزارت دفاع صحبت کردن جواب اونها رو بدن، جواب آقای عزیزان رو بدن، بگن آقای نخه ما در کشدار مردم ایران هیچ وقت دخالت نکردیم. ما به هیچ عنوان رهبر ما از یک عربی به نام صدام حسین درجه جنرالی نگرفته. چه اشکالی داره؟ شما بیا در دادگاه مردمی و فکر کنم به قدر کافی مردم هستن و خود بنده که در خدمت تو هستم هر سوالی که یا میخواد در برحال اگر خواستن، من فکر نمی کنم اینا به هیچ عنوانی در هیچ جا در مردم ظاهر بشن، چون وقتی در مردم ظاهر میشی باید هزاران جواب را پس بدی. این هم یک مسئله دیگه از سازمان مجاهدین بود که در هفته های آینده من رو بیشتر باز خواهم کرد و اینکه امیدوارم دیگه این افراد شما اجازه به خودشون ندن که بخوان در این کشور آزاد برای کسی پیغام بفرستن و دستور قتل و جنایت بدن. این هم یک مسئله دیگه. بعد میرسیم به مسئله که حمله به ایران هست. اما قبل از که ما به حمله به ایران بپردازیم،
مسئله آقای خامنه ای رو من باید مطرح کنم. مسئله آقای خامنه ای در یک سال و نیم پیش جناب سرهنگ دکتر عقیلی پور انگشتی گذاشتن، فکر میکنم اگر در برنامه شما نشه در آرشیو خود من هست، جناب دکتر عقیلی پور در خصوصا که من با ایشون صحبت میکردم و ایشون خواستم این رو علنا در تلویزیون مطرح بشه و مردم بدونن، درباره دانشگاه پاتریک لوتومبا در شور در آن موقع و در روسیه امروز، شوروی امروز صحبت از این بود که در این اون در یک سال پیششون فرمودن که آقای خامنه ای نمیگذارد اصلا غرب حرکتی رو انجام بده به دلیل که ایشون یک کمونیست دادشی هست و تحت لوای این مراکز اینها بود و ما گذشتیم. تا اینکه در 3-4 روز پیش من ایمیلی به دستم رسید از یکی از این بزرگان و اون ایمیل این بود که راز بزرگ و ترسناک خامنه ای. و این رو جالبه، چه فرزندان و برادران خوب من در سپاه، چه برادر چه دوستان من در بسیج، کسانی که بنده ارادت دارم از راه دور بنده رو خیلی مطلع میکنن از خیلی مسائل، و این که شماها رو به عنوان یک فریب جلوی گلوله دیگه ندن. من در جنگ ایران عراق بودم، همه قشنگ یادمون هست که چه اتفاقاتی افتاد. اگر به قدیم برگردیم از کشتن آقای دکتر چمران که از پشت زدنش تا به امروز من سینه ها از حکایت دارم که برای شما با سندهایی که وجود داره بگم، ولی امروز چون احتمال این هستش که باز شما رو و ملت ایران رو به راهی ببرن که در این راه همه دخالت دارن جز ملت ایران و باز دوباره جریان 57 و بعد 62 و بعد 63 چه از نظر داخلی و چه جنگی رو که دارن احتمالا هر دو طرف میخوان، هم اونایی که دنبال جنگن علیه ملت ایران میخوان، هم خامنه ای میخواد که بتونه هم خودش رو مستحکم تر کنه هم جریان روسیه رو داشته باشه. قبل از این که به اون بریم بد نیست این رو از خود مقاله من برای شما بخونم. روز سه‌شنبه شب 21 فوریه 2012 همراهی از دوستانم روی مقاله در نقش جمهوری اسلامی در ترورهای اخیر کار میکردیم. در این تحقیقات اتفاقی به نقطه عجیبی برخوردیم، اتفاقا به نقطه عجیبی برخوردیم و از من پرسیدن آیا علی خامنه ای روسی بوده است. با تعجب گفتم من هیچگاه چنین چیزی نشنیدم و زندگی نامه خامنه ای رو روی وبسایت رسمیش متوجه شدم که اصلا به این نقطه اشاره نشده است. نشسته بودیم و به این راز بزرگ و ترسناک معذرت میخوام زندگی خامنه روی وبسایتش اصلا به این نقطه اشاره نشد. این ویدیو رو برایم فرستاد و با چشمان حیدر زده ویدیوی رو دیدم در حالی که عرق سردی بر من نشسته بود به راز بزرگ و ترسناک زندگی سید علی خامنه ای پی بردم. این ویدیو گزارش مراسم جشن 50 سالگرد دانشگاه پاتریک لومومبا در شهر مسکو پایتخت که توسط تلویزیون دولتی روسیه RT تهیه شده است. جشن 50 سالگی پاتریک لومومبا معروف به دانشگاه دوستی مردم روسیه و هزاران فارغ التحصیل این دانشگاه در شهر مسکو جمع شدند. قبل از این من اضافه کنم برای مردم که نمیدونن دانشگاه پاتریک لومومبا، دانشگاه پاتریک لومومبا در هر کشورهای اروپایی مثل فرانسه، انگلستان، آمریکا معمولا دانشگاه سیاسی دارند که خیلی ها را در اون دانشگاه به اصطلاح تعلیم میدن، به دانشگاه سیاسی است که در آینده میتونه از این آدم ها در برای مقاصدی که دارد در اون کشورها استفاده کنند. هدف این دانشگاه 50 سال پیش تأسیس شد ترتیب گروهی از دانشجویان خارجی است و دانشگاه نه تنها در زمینه علوم سیاسی انسانی و گروهی از نخبگان جهانی را تربیت کرده و کشورهای مطبعشان باز می‌گرداند که این نخبگان می‌توانند فارغ التحصیل دانشگاه‌های آمریکا و اروپایی هم رقابت کنند و هزاران فارغ التحصیل این دانشگاه در 165 کشور جهان در حال کار و فعالیت هستند. گزارشگر دولتی روسیه سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رئیس جمهور هندوراس را به عنوان تعداد از جانشجویان برجسته این دانشگاه معرفی کرد و دانشگاه در این گزارش عنوان می شود دانشگاه دوستی مردم روسیه در سال 1960 یعنی سالی که بسیار کشورهای آفریقایی استقلال یافتند تأسیس شده است. این دانشگاه برای سایر کشورها از تجربه
احمدیان، من عذر میخوام ازتون، صدای تلفن شما یه مقداری داره به اصطلاح بک نویز میفرسه، اونجا این تلفن اسپیکر فون هست یا تلفن دستی؟ بله الان خوب شد، من تلفنمو عوض کردم. آها الان بهتر شد، خیلی ممنون. بله خواهش میکنم اگر بدون من اطلاع بدید لطفاً من حتما عوض کنم. نه الان خوبه. در این رو هم که من امیدوارم که فکر میکنم یک از کسانی که از دو سال و نیم پیش، یک سال و نیم پیش به طور کامل در دو جلسه صحبت کرد، جناب آقای دکتر عقیلی پور بودن. شما یک مسئله هم اشتباه نکنید، بزرگان مثل آقای دکتر عقیلی پور از کسایی نیستن که یک افسری نیست که از این آن به ترسن یا با تهدید چهار به قول من جوانکی از میدان بخوان اینا، اینا یا عمری رو صرف بر این کردن کشورشون رو آزاد بدونن. و من امیدوارم خود آقای دکتر عقیلی پور با اون سوابق و علمی که دارن بیان هم دانشگاه پاتریسیون بار به طور کاملتر از این برای مردم و برای بنده تشریح کنند و ببینیم که چه حیواناتی از این دانشگاه بیرون میاد و چه میکنند در سراسر جهان. برای نکته بعدی ببخشید اجازه بدید من خدمت دوستان بیننده شنونده بگم که پس از برنامه شما امشب چند دقیقه‌ای با آقای دکتر سرهنگ عقیلی پور خواهیم بود تا در مواردی صحبت کنند و برنامه‌های ایشون هم روی آرشیو تلویزیون مردم هست و میتونن ببینن. ممنونم ازشون. خواهش میکنم. مسئله دیگه ای که ما این روزها در پیش داریم این صحبت از حمله به ایران هستش که خوشبختانه میتونم گفت رسانه های ایرانی در خارج از کشور بسیار تونستن با همکاری داخل و به خصوص فعالان ما که یک روز هم عرض کردم به دوستی که میفرمود که ما رهبر نداریم در خارج، بدون رهبر باید چه کنیم، و بنده خدمتشون عرض کردم بالای 600 انسان زن و مرد ایرانی پهلیسته، دانشمند، باشور و کسانی که با بلوم سیاسی امروز جهان آشنا هستند یا در زندان ها هستند یا در بیرون زندان ها دارند فعالیت می کنند. و زمانی که شروع حمله شد چه داخل زندان چه به وسیله‌ای که من اسم آقایان داخل زندان رو نمی برم چه در خارج، تماما بر این شدن که جنگ مفهومی نداره که بخواد اسرائیل و آمریکا به ایران حمله کنه. اگر واقعا اسرائیل ناراحت بر اینه که این رژیم داره، من داشتم امشب نمیخوام یک فکر مداری که اسرائیل کشتی های جنگی که در دو سه ماه پیش فروخته، دو ماه پیش تجهیزات هدفیابی رادارها رو فروخته به ایران، اینها رو مطرح کنم. ولی چیزی که وجود داره بیشتر صحبت من با دولت مردان آمریکا هستش که اولا بدون هیچ گونه مطلبی یا بدون حضور هیچ گونه به اصطلاح مدرکی جلوی بلندگوها نیاد و صحبتهایی رو نکنند. و مسئله دیگه، مگر آقای جیمی کارتر از حزب دموکرات نبود که آقای خمینی رو به ایران آوردن؟ خب چه اشکالی داره آقای اسرائیل؟ من ببینید ملت اسرائیل همیشه، ما ملت ها با به خصوص در خاورمیانه با دولت هاشون فرق دارن، همونقدر که من احترام عجیبی به ملت اسرائیل دارم، به ملت فلسطین دارم، برای دولت مردان آنها کاری ندارم. اونا مردان دولتی هستن، وظیفه اونها هست که کشورهاشونو بگن، وظیفه اونها هست که ببینن چه تدابیر انجام بدن که مملکتشون سالم و دست نخورده باشه. همچنین مثل من هم در فکر مملکت هم هستم که به مملکت من، به مردم من، بعد از 30 سال که آقای صدام حسین رو فرستادید، کمکش کردید، همه کاری کردید، این همه معلول و شکنجه روی دست ما گذاشتید، امروز دیگه دهان به شما که اجازه رو نمیده، ملت ایران همین اجازه رو به شما نمیده. شما اگر جنگی دارید، برنامه‌ای دارید، این مخارج هایی رو که میخواهید، این بمب های عقب مونده، این مسائل مرگبار را رو سر ملت ایران بریزید، خود شما بهتری هم به سازمان های جاسوسی امنیتی دارید. خب این رژیم را بردارید، بمباتون رو سر این رژیمی بریزید که قصد حمله به شما داره، اگر آنطور که میگویید و درست باشد. شما اجازه ندارید به یک مملکتی حمله بکنید. من امیدوارم که رهبران جهان، که امیدوارم همچین نیست و خودشون هم تکذیب کردن، و این خوبی این وجود داره که داخل و خارج در بعضی از مسائلی که به مملکت میشه حداقل در این کار با هم شریکن، غیر از بعضی سازمان های آدم خوره وحشتناک جنایتکاری که از روز اول در طرف دیگه سایت دیگه رو گرفتن علیه ملت ایران. بله حدودا بالای 80-90 سازمان وجود داره.
ایران ساختید، خب شماها رو بل اول گرفت محاکمه کرد که چرا این کار رو کردید، نه که دانشمندان یک کشوری رو بگیرید بکشید. چون این کشتار خب جواب هم داره، یواش یواش این جنگ رو در تمام جهان رو میاندازید که هر چی دانشمند وجود داره باید به این بره. من امیدوارم اروپا و آمریکا گوش به حرف یک مشت دنیا فروش، من نمیتونم بگم ایران فروش، دنیا فروش نباشه، چه از راست راسته چه چپه چپش. اگر واقعا جهان بر اینه که از این رژیم خسته شده، کاری بکنه که این رژیم برداشته بشه. تنها کاری هم که میتونه بکنه بشینه کنار، بذاره مردم ایران، در خود ایران رهبران بسیارن، از هر طیفی رهبران بسیارن، بگذارید ملیون یعنی ملت ایران اونجا تصمیمشو بگیره و در اونجا کاری که شما میکنید این است که این حمایت هایی رو که دارید میدید ما ادامه بدید و این به اصطلاح مسئله و مسئله به اصطلاح دستتون رو از پشت این رژیم بردارید. خب دیگه نه نیاز داره که دستات اتمی ایران رو منفجر کنید، نه نیاز داره سر مردم بیگناه و مملکت بمب بریزید، نه این مسخره و شعبده بازی هایی که را انداختید در دنیا. در حال در یک نقطه ای میشه که هر ایرانی باید خط و مرج خود با مملکتش و مردم خودش تعیین و تکلیف کنه. و من امیدوارم اون آقایونی که ادای سیاست مداران رو در میارن و چند وقتی پشت این تلویزیون ها میان و جلوی حتی اینا در خارج در داخل ایران یا در زندان هستن یا میان بیرون در حسب خانگی هستن یا دوباره میرن، این جیگولوهای سیاسی که در خارج ادای سیاست مدارها رو در میارن در چند وقتی میایند و کلمه این میگویند و میروند، بهتره حداقل خود جوش بیشتری بزنند برای اینکه بوی خطر حمله به ایران بسیاره. ولی خوشبختانه خوشحالی من از اون شد که دیدم آقای نتانیاهو بود، مثل اینکه در سه روز بیشتر سایت دیدم که ایشان آمدن و گفتن، نه البته یک حالت به اصطلاح میتونم بگم عذرخواهی رو که به ملت ایران داشتن به نوعی دیگه عنوان کردن و گفتن که ملت ایران و ملت اسرائیل همیشه دوستان غرب بوده و در این که کشورهاشون بخوان پیشرفت کنن در کنار غرب بوده. کاملا درسته، اگر شما این را میدونید پس نیاز بمب ریختن بر سر یک مملکت که چیزی رو دوا نمیکنه. در عراق این مسئله رو اشتباها انجام شد، در بسرا افغانستان اشتباها انجام شد و من امیدوارم که این مسائل در مورد ایران به کناره بره. مسئله دیگری که امروز باز سازش رو انداختن جدا کردن بلوچستان یک بازی است و جدا کردن این بر کردستان بازی دیگه. اصلا شما نیاز به این کارها ندارید. من متاسفانه بعد هفته آینده در واشنگتن می بودم و با چند از دوستان و بعضی از دوستان به اصطلاح سیاستمدار آمریکایی گفتگویی داشتم که متاسفانه نتوانستم، ولی مسئله این که وجود داره نیاز به این کارها نیست. شما این مخارج هایی رو که میخواد خرج جنگ ها بکنید، این مخارج هایی رو که میخواد خرج کشتارها بکنید، بهترین مخارج رو در راه ادب و دانش و فرهنگ این ملت ها خرج کنید. شما نیاز نداره بمب‌ریزی سر اینجا بکنید یا به اصطلاح بلوچستان رو به پاکستان و افغانستان و ایران فشار بیارید که جدا بشن. اگر نفتی هم دارن در حال شما ها صاحب زور و قدرت هستید، شما هستید که دارای تشکیلات حفاری هستید، هنوز این کشورها قدرت اون رو ندارن، ولی با کشتار مردم یک حالت بی احترامی نسبت به کشورهای دیگه به وجود میاد، در نتیجه در بین اینها آدم های رادیکال به وجود میاد در جهان سوم و چیکار میکنه؟ نشانه میکنه کشورهای غرب و دنیای پیشرفته رو. نه تنها ما جهان سومی به دنیای جهان دومی نمیتونیم راه پیدا کنیم، بلکه جهان اولی هم از ترس این رادیکال ها نمیتواند کاری رو انجام بدن. این رو دیگر هر بچه دو ساله اکابر بروی سیاست هم این را میداند. من امیدوارم که کشورها به خصوص ایالات متحده امریکا که همیشه جلو راه بوده و بقیه این کشورها به دنبالش بودن، این مسائل جنگ کشتار مردمی رو به کناری بگذارن و امیدوارم خانوم هیلری کلینتون این بانوی اول به اصطلاح امور خارجی آمریکا در بدن این باشند که همچین تشکیلات که ضد مردمه، ضد مملکتشه، ضد جهانه، این رژیم رو ساقط کنه که امیدوارم
امیدوارم که ما به این نتیجه هم برسیم و هیچ وقت نجنگی نه برای مردم ایران، نه برای مردم اسرائیل، نه برای خاورمیانه، نه برای دنیا باشه، که امیدوارم راجع به این مسئله در هفته آینده بیشتر بکنیم صحبت آن را. و مسئله دیگری هم که وجود داره که باید خدمت شما عرض کنم، همونطور که شما میبینید امروز تقریبا در حالت آمریکا یک حالتی به وجود آوردن، امیدوارم خانوم ناپولیتو هم که جانت اسمشون هم در وقت بلفتنید، خانوم به اصطلاح امنیت داخلی آمریکا هم یک مقدار جریان رو جدا کنن، امیدوارم تو وزارت خارجه این کار رو بکنن، مردم ایران رو از رژیم ایران جدا کنید. هرچند که این روزها دائما رژیم جمهوری اسلامی دم از ملیت میزنه و میخواهد ارتباط بین مردم و خودش رو محکم‌تر کنه، من امیدوارم دولت‌های غربی این کار رو نکنن. دولت‌های غربی مردم ایران رو از نمیدونم این گروه حک و فرقه مجاهدین جدا کنن، مردم ایران از رژیم جمهوری اسلامی مردم رو جدا کنن. مردم ایران رو بگذارید در روزی که آزادی، اگر شما کمک کنید از این نظر که به اینها به اصطلاح اون مساله اولیه نرسه و دستشون رو از روی پشتشون، دستتون رو پشت این رژیم خونخوار بردارید. و مسئله دوم، در صورت دارویی و دوایی که الان ملت ایران داره هزار مشکل میسرن راجب مواد غذایی از نوع دیگرش، ولی خبری که دیروز من دیدم حدود 350 تا KFC همین کنتاکی فراید چیکن در ایران باز میشه و جوازش داده شد. آیا اگر شما این رژیم رو، نه مردم ایران رو، رژیم رو مورد تحریم قرار دادید، آیا دارو اولیت نداره؟ آیا موادیت ولی 300 تا 450 شعبه کنتاکی فراید چیکن در ایران میتونه باز شه؟ آیا وقتا انسان میمونه که آیا چی میگید؟ شما به دنیا میگید که ما ترحیم میکنیم، از یک طرف ترحیمه که به مردم ایران به اون ادهی که قدرت خرید به اصطلاح کنتاکی چیکن رو ندارن و گوشت رو میخوان اون رو ترحیم میکنید، این رو آزاد میکنید، اون یکی رو ترحیم میکنید، که من در هفته های آینده که اگر وقتی باشد در خدمت بودون خواهم بود که بتوانیم بیشتر در مورد این مسائل صحبت کنیم. مسائل دیگری هم که آقای احمدیان من عذر میخوام ازتون، من یه پرسشی دارم. شما در مورد خانم جنت ناپولیتانو صحبت کردی، ایشون به اصطلاح مسئول دیپارتمنت آف هوملند سکیوریتیه، آیا اینها در تصمیم گیری برای کشورهای خارجی اینها هم نقشی دارن؟ چون من فکر میکردم وزارت امور خارجه و وزارت جنگ هست که به اصطلاح تصمیم گیری میکنن. بله ببینید، ایشون مسئول امور داخلیه که بهش میگن هوملند سکیوریتی، یا بخشش به FBI میخوره، بخشی دیگه به اصطلاح وزارت دفاع و CIA میخوره، سنترال اینتلیجنس سرویس، که اون بخش خارجی رو میکنه. اما چرا این نقش پیدا میکنه؟ چون الان ایشون فهمن این لحظه میشونه همیشه اشتباه، یعنی بله یک هم مشکله ناپولیتانو این مسکرات باشه ناپولیتو بله ناپولیتانو بله ناپولیتانو بله ایشون یک مسئله گفتن امریکا در خطر قرار گرفته و ما پلیس آمریکا برای حملات تروریستی جمهوری اسلامی آماده است که بتونه مقابله کنه. دمه که چجور میتونن اینها بفهمن که از خارج کسایی میاد، اینجا که من در همین چیز سایتشون میبینم و همین که در خارج، که از خارج به اینها میگن که مثلا همین آدمایی رو که گرفتن مثل اون اربابیا، نمیدونم دو سه نفر دیگه که در تایلند حتی گرفتن، اینا همه در هوملند سکیوریتی که میاد، باز هوملند سکیوریتی با خارج در ارتباط پیدا میشه، سازمان هاشون. و حتی اینها کسایی دارن که در آمریکا زندگی میکردن، اونطور که خودشون میگن در سایتشون که برید و اینجا هم که البته نوشته شده، من این مقاله رو برای شما بگم، مرکزش ایران تایمز دارم براتون میخونم که میتونید سایت ایران تایمز برید، تمام اخبارش 90% کامل هستش، که به شما میگه بله در همکاری های با هم دارن. از اونجایی که من زیاد با این سازمان ها در تماس نیستم، من نمیدونم، بیشتر کار من با کنگره آمریکا، سناتورها و کانگرسمن ها هست، در این مورد فقط در همین حدش میدونم، زیاد نمیدونم، ولی ایشون میگن دلیلی و بعد میگن دلیل وجود ندارد که ایرانیان و یهودیان لس آنجلس استراب بی مورد داشته باشه.
به وجود اومدن همه جا رو یه حالتی کردن که حالت درست نیست. پس در کل و در آخر این بحث هم این جریان نفت رو هم که در شما نگاه کردید میدونید صدور نفت کاملا با جریانی که در تمام سایت ها در هفته پیش بود که امیدوارم بیشتر دوستان این را رو در تحلیل هم کردن که اتحادیه اروپا به هیچ عنوانی حاضر نیست حتی بخره، یعنی به قدر کافی اگر باز هم برگردید به دو سال و نیم پیش شما در برنامه های من در همین تلویزیون آبدارا گفتم که الان دنیا داره هی جمع میکنه و مخازنش رو پر میکنه، از تایلند گرفته تا به امریکا تمام مخازنهایی را که دارن دارن پر میکنن که اگر جنگی در گرفت و دهانه هرمز برای حداقل دو سه هفته بسته شد و تا باز کردن آن و مسائل خطرناک پشت آن که نیازی نیست که بنده اونهاشو نه میدونم نه نیازی هست که بگم، باید برید در این سایت ها خود مردم میبینن و کسانی که در این امور به خصوص آقای دکتر عقیلی پور در این دست یزایی بر این کار دارن میتونن که این رو توضیح بدن که اگه دهانه هرمز تنها بسته نمیشه خیلی ضررهایی میشه که تا 4-5 ماه نمیتوانند که این کشورها به صورت آمد و شدهایی بشه. به هر حال کاری که ما امروز وظیفه هر ایرانی بر این است که بیشتر از این و وظیفه هر رسانه های گروهی است. من رهبر سیاسی نمیبینم که اگه بود تا به امروز مسائل خیلی حل شد و حتی دو سه نفر رو هم نمیبینم که رهبران سیاسی قلمداد بنیم، همونطور هم که در داخل ایران تمام اون رهبران داخل ایران صحبت میکنن باید رسانه های گروه خارج کشور نمایانگر سخنان داخل از کشور باشه و بدونن این مسئله رو به جهانیان بگن، یکیش همین به خصوص این جریانی که امروز به وجود اومده که جنگ جز نابودی مملکت ما هیچ چیزی رو برمغان نمی آورد. من امیدوارم که تمام مردم ایران ایرانی خارج کشور به تمام چه اونهایی که در فرانسه، انگلستان، آلمان و اونهایی که در آمریکا زندگی میکنه از تمام این مردم شریف میخوام که با فرستادن فکس، ایمیل، هر گونه تلفن انزجار خودشون از حمله به مردم ایران نشان بدن و نمایانگر این باشن که حمله باید به رژیم جمهوری اسلامی باشه و به قول معروف ولاخه با مردم ایران چه کار دارید؟ شما یک رژیم آدمکش رو بر سر کار گذاشتید، 30 سال حمایتش کردید، الانم بردارید مردم ایران رو که شما در تنگنا انداختید. که من یک روز این رو هم برای اون ادبی که میخوان خیلی یه مقدار آتشون دونده، در روزهای آخر آقای دکتر شاپور بختیار بنا این نبود، بنابر این بود که از میلیون که یک همبستگی در اونجا بین به اصطلاح سلطنت و میلیون بسته شده بود، دکتر شاپور بختیار اگر سر کارش میمود ما با این بدبختی ها درگیر نبودیم و مسائل به نوعی دیگه ای رقم میخورد، ولی متاسفانه نگذاشتن آنهایی که نباید بگذارن. هم شاه از ایران رفت هم دکتر بختیار رو وادار کردن که از کشور خارج بشه، که این یه بحثی رو داره که من فکر میکنم در جلسات آینده در خدمت آقای دکتر عقیلی پور در یک دو ساعتی این بحث آقای دکتر شاپور بختیار و پادشاه فقید ایران رو از یک دیدگاه دیگه بررسی میکنیم که مردم ایران در این مورد در هر برنامه یک مقدار به تاریخ گذشته برگردیم، نه تاریخ به اصطلاح قدیمی من، در تاریخ گذشته همین دوران معاصر و یک دوره هم این صحبتهایی که مردم باید بدونن رو در اختیارشون بذاریم. در حال با درود به بزرگمرد ایران دکتر محمد مصدق، این سروره و واقعا پیشوای ملت ایران، به شما و همه بینندگان عزیزتون شب بخیر میگم و آرزو دارم به امید ایرانی آزاد بهروز و پیروز. من ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که برنامه های بعدی بتونیم بیشتر با شما باشیم و دوستان هم بتونن اگر صحبتی هست تماس بگیرن یا از طریق ایمیل، من ایمیل شما رو نشون میدادم، با شما و دوستان دیگه در تماس باشن. مرسی و شب خوبی براتون آرزو میکنم. شب بر شما و همه بینندگان و ملت ایران خوش باد. مرسی. خب دوستان عزیز اجازه بدید که با دکتر سرهنگ عقیلی پور تماسی داشته باشیم و چند دقیقه هم در خدمت ایشون باشیم.
عقیلی پور، سلام، سوربی هستم از تلویزیون مردم. با عرض احترام حضور حضرت عالی و شنوندگان و بینندگان محترمتون، من ممنونم که شما این وقت به اصطلاح روز یک شنبه رو قبول کردید که چند دقیقه با دوستان بیننده باشید. و یه سوالی که من داشتم و با شما در میون گذاشتم و خواستم ازتون که توضیح بدید، این ماجرای دولت‌های اروپایی، خب میدونیم به اصطلاح دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم سر میاد، ماجرا اینه که بعد از احمدی نژاد ماجرای دولت‌های اروپایی و سیاست آمریکا آیا هماهنگی داره یا نه؟ و اگه لطف کنید در این مورد صحبتی داشته باشید من ممنون میشم ازتون. با کمال میل و ضمن تشکر از جناب آقای احمدیان که سوژه های بسیار گوناگونی رو با وقت کمی که داشتن همه رو گفتن و یک نتیجه قطعی و عالی راجب وضع ایران گرفتن، خواستن از دنیا که ول کنن این بازی ها رو، بذارن میلیون تصمیم بگیرن و این تنها راهی است که همه ما دنبالشیم، چون این میلیونن که بالاخره در همه جای دنیا میتونن این کارو بکنن و میلیون ایران هم که با پیشکسوت رهبر بزرگ تاریخ ملت ایران آقای دکتر مصدق راه آزادی رو به همه دنیای ستم دیده نشون داد، این جمله که آقای احمدان گفتن دنبال همونه که بایستی میلیون تصمیم بگیرن و ما هم میتونیم این کار رو بکنیم، میلیون ایران، و آخرم همین خواهد بود. و تمام برنامه سازی هایی هم که در خارج میکنن کارشون به جایی نخواهد. من عذر میخوام ازتون، شما وقتی که میگید میلیون منظورتون این نیست که مثلا جبهه ملی یا یک گروه مخصوص، منظورتون جمع مردم هست، ملت ایران. بله، ببینید آقای دکتر مصدق چرا گفته جبهه ملی، بگه اون حزبی تشکیل ندادن، ایشون نظرشون این بود که باید که همه ملت ایران، اونهایی که آرمان ملی دارن، بتونن در یک جبهه متشکل بشن و منظور ملیونه یعنی ملت ایرانه، نه اونهایی که در اختیار خارجی ها هستن. بله، ممنونم از توضیحتون، بفرمایید. در مورد این سوالی هم که راجع به اروپا فرمودید و روابطی که با ایران دارن و برنامه هایی که دارن، من فکر میکنم اگه یه مقاله ای رو که در سال 2008، یعنی ببینید میشه 4 سال قبل میشه دیگه، بله، اون موقع در شماره در نشریه پارس شماره 69 منتشر شد، من اگر اون مطالبی که در اون مقاله نوشته بود براتون عرض کنم جواب سوال شما هستش. مقاله مفصلی بود که نوشته بود و در راجع به ایران و اضافه کرده بود که در سناریوی بعدی لابی اسرائیلی و عوامل وابسته شون تصمیم گرفتن که از آقای قالیباف پشتیبانی کنن و عروسک خودشون سوار کار کنن. و بعد شهر داده بود در اون مقاله که ایشون متولد مشهده، در زمان انقلابم 20 سال هم نداشته ولی خیلی خوش خدمتی کرده بوده که وقتی 22 سالش میشه فرمانده لشکر 5 نسل خراسان میشه و میده به جنگ ایران و عراق، بعدن دوره خلبانی میبینه، بعد میاد میشه فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با میلیارد ها پول که در اختیارش بوده، بعد میشه فرمانده نیرو هوایی پاسداران، بعد هم میشه شهردار تهران، که خود ایشون عضو اصلی وابسته به گروه حجتیه است، استاد راهنماشم مصباح یزدیه، آیت الله مصباح یزدی، که با محسن رضایی و سردار افشار و سردار شمخانی و تعداد از مقامات سازمان حجتیه اینا اومدن یک گروهی رو تشکیل دادن و روابط پنهانی هم با رفسنجانی دارن. در این مقاله سال 2008 تأکید میکنه که گروهی که
خیلی نفوذ دارن، لابی اسرائیلی هستن به اصطلاح در سازمان حجتیه، اینا همشون پشتیبان غالیباف دارن و انتظار دارن که این مدتش برسونن تا بتونن مثل انقلاب فرانسه اینم بعدن بیاد یه رول ناپلونی رو بازی کنه که میدونید اومدن یه قدرت نظامی در دست گرفتن و مدت ها به کشتن ادامه دادن. ایشون گویا همین آقای غالیباف یک سیستم خبررسانی هم درست کرده به نام صده که این خبررسانی برای خودش دوستانش از همه جا خبرهای لازم رو میرسونن به ایشون و تجزیه و تحلیل. در خود فرانسه یک گروهی هم هست به نام سازمانی به نام ایران پژوهان. این مطالبی که من عرض میکنم این مطالبی است که در مقاله مطرح شده ها. در این گروه ایران پژوهان هست یک مقامات شناخته شده و لابی هایی در اون فعال هستن که اینا با آقای غالیباف دائم در تماس هستن و وقتی هم که مسافرت هایی به فرانسه میکنه میان باش میبینن و جلساتی با هم داشتن. و آقای برنارد بوکارت که یکی از گردانندگان همین گروهه یه مقاله اونم نوشته که اونم خیلی مفصله، ولی اون که نوشته خیلی جالبه. ببینید چی میگه. میگه انقلاب 1357 ایران محصول ناسیونالیسم و اسلامیست جامعه ایرانیه و اضافه میکنه که رژیم جمهوری اسلامی برخواسته از انقلابه، بنابراین هم ناسیونالیستی ایرانی رو نمایندگی میکنه هم اسلامیت اون رو و رژیمیست که دارای مشروعیت یعنی حقانیت کامل داره. و اضافه میکنه به همین دلیل نباید رویای تعبیر رژیم تغییر رژیم در ایران رو در تله پروران در سر. چرا؟ برای که بهترین نظامیست که میتونست از جامعه ایران بیاد بیرون بیاد، هم ناسیونالیست هم اسلامیه و باید این رژیم در خود رژیم متحول بشه و تغییر کنه. دنباله مغازه این آقا اضافه میکنه که این گروهی که پشتیبانی میکنن و در این مسائل هستن ضمن که بعضی لابی های یهودی که اونا عقیده مندن، اونها هم عقیدن با اینا که در مقابل توسعه روز افزون اسرائیل و پیشرفتی که در خاورمیانه داره میکنه که قابل کنترل نیست و توجهی نه به سازمان ملل و هیچ قدرتی نداره، لازمه که یک قدرت بزرگتری هم یعنی ایران در این منطقه خاورمیانه وجود داشته باشه که در خاورمیانه حفظ تعادل بشه. آقای سوری در مقابل سوال شما ببینید این مطالبی که میگن تمامش قابل بررسی و دقت کامله. اینا عقیده دارن که این تعادل لازمه. چرا؟ اضافه میکنه تو مقاله تا اینکه آمریکا با این پشتیبانی بی قید و شرطی که از اسرائیل میکنه نتونه بیاد، اگر اسرائیل قدرت کافی بگیره چنگ روی خاورمیانه بندازه. و اصل مقالش اینجاست، میگه اگر همچی کاری بشه چطور میشه؟ میان روابط تاریخی اقتصادی و سیاسی که ما در اروپا داشته، اروپا در خاورمیانه داشته، جلوشو میگیرن و این به ضرر اروپاست و به همین دلیله که باید دنبال این راه بود که تعادل از داخل رژیم باشه و رژیم بمونه. و اضافه میکنه که تو مقاله وقتی هم که ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه بود در سال 2003 مخالفت کرد با آمریکایی‌ها برای حمله به عراق، بر مبنای همین تز و دنبال همین افکار بوده. بعد نویسنده مقاله در پاسخ ژورنالیست روزنامه معروف لومون میپرسه که ژورنالیست میپرسه که تحول در نظام تهران که شما میگید از چه راهی و واسه چه اشخاصی میشه انجام بشه؟ ایشون بدون پروا برمیگرده میگه که شاخص‌ترین چهره‌ای که در اون میون ما میشناسیم قالیبافه که کاندیدای ناکام
ریاست جمهوری بود، که به همین دلیلم به نمایندگی دولت ایران در کنفرانس بزرگ اقتصادی جهانی که در سوئیس بود، داووس، اومد شرکت کرد. اون برنامهش اینه که طبقات متوسط رو همراه بکنه و ایران رو از این فاجعه اقتصادی که داره بیرون بکشه و اعتبار ایران رو در دنیا بازگردونه. بعد به ژورنالیست روزنامه لوموس میگه که در زمینه سیاسی قالیباف شاید چانسی برای متحول ساختن ایران باشه و این عمل مسلماً، حالا برای اینکه خودش را بکشه، میگه این عمل مسلماً به تصمیم خود ایرانیا بستگی داره. پس متوجه شدید آقای سوربی که چه چیزهای اروپا و چجوری و چه نقشی دارن بازی میکنن. من این مقاله منتشر شده رو بیان کردم تا روشن بشه که جهان استکبار یا استعمار یا استثمار چطوری عروسک خیمه شب بازی رو میسازن. ولی من بارها گفتم اوضاع جهان عوض شده، عروسک سازها، کرزایی سازها، کلبی سازها خودشون چنان غرق در درماندگی هستن که همشون تبدیل به کلبی سازها شدن. این گذشت اون موقع که مثلا یک نفر که بیزنسمنی داره و باشون همکاری میکرده در آمریکا، یک مرتبه بیان بکل کروات به بردارن، یک قبای دراز تنشون، یک کلای افغانی هم سرش بذارن که بگن از نسل افغانی بوده، بیارن اونجا سوار کنن. منظورتون آقای کارزای هست همین یا همه کارزای؟ خب اینجوری شنوردن فکل کروات باز کرد و قبا و کلای افغانی سرش گوشتن. 10 سال هم از جنگ خونریز ادامه داره و هیچ کاری هم انجام نشد. به این دلایلی که من میگم اوضاع عوض شده، دیگه نیست که اون که هر چی میخوان واقعا انجام بدن. ولی خب معلوم نیست که این چهرهای شناخت شده ایرانیای برومرزیمون که در اجرای اوامر این سیاست دشمنان ایران هی میان در گوش و کنار اروپا و آمریکا جلسات کلبی‌ها رو تشکیل میدن، اینا که انتظاری دارن؟ اینا عروسک‌های کوکی هستن که گاه گدا دشمنان ایران کوکشون میکنن، حرکت میکنن دیگه. نمیدن این نوکر معابی از ناتوانی در درک حقایق امروز دنیا ناشی میشه که در نتیجه اینا تبدیل به دلالان حرفه‌ای شدن. حالا اگر رنگ سبزی که ریختن رو سر جنبش واقعی مردم در انتخابات به جای نرسید، میان رنگ دیگه ای استکبار جهانی درست میکنه، میریزن رو سر یه دک اون کارا. اینه در خواب و خیاله، بی خودی دنبال این رنگ های دنیای غرب میدن. اینا باید فکر کنن که بهترین رنگ ها بی رنگی است، یعنی ملی بودن. همونطور که آقای احمدیان هم اضافه کردن، باید ملی بود تا بشه که ایران ما نجات پیدا کنه. این جواب سوال حضرت عالی بود که من عرض کردم. من ممنونم از شما. شما صحبت از انتخابات کردید و میبینیم که از یه طرف یه عده میگن باید رأی داد، از یه طرف تحریم میکنن. اگر دوست داشته باشید چند دقیقه در مورد این انتخابات صحبت کنید و نظر شخصی خود شما چیست؟ مردم ایران که در ایران هستن به نظر شما باید شرکت کنن یا نه؟ اگر امشب دوست ندارید یا وقت ندارید، اگر در این مورد چهارشنبه لطف کنید صحبت کنید ممنون میشم. در صورت ببینید بله. بسیار جواب این سواله که اینا هی تحریم میکنن داخل خارج. میدونید که 600 نفر از اشخاصی که احمدی نژاد زیستاده بود از حق انتخابات محرومش کرده بودن، اونا هم برشن دردن که شرکت نکنن. وقتی که روز 12 نشان بدن تلویزیون ها، حالا میگن به زورم آوردم، من کار ندارم، بیارن اونجا و ببینن که چه کسانی پای صندوق رأی رفتن، آیا رأی داد ملت ایران یا نه، اون وقت معلوم میشه. ببینید این انتخابات و این بساط رو شما خیلی حساس گفتید. الان امروز دیدید در سنگال انتخابات بود. چه انتخاباتی بود؟ رئیس جمهور که 2 بار رئیس جمهور بوده و قانونا دیگه نمیتونه بیاد، نور چشم اروپایی و فرانسوی ها اومدن دستکاری کردن، قلابی
قانون اساسی رو وقت پینه کردن، دفعه سوم خودش انتخاب کرد. امروز هم از صندوق میخوان در تا گروه 100-200 دیگه میخوان از صندوق در بیارن. مردم همه ریختن فریاد میزنن، همه جا آتیش میزنن. حالا چقدر اینا موفق بشن من نمیدونم. همین امروز در یمن، خب شما دیدید اون جنایتکاری که 30 سال حکومت میکرد، اون با فشار مردم مجبور شد فرار کرد، آوردنش آمریکا. که من در اینجا یه پرانتز باز میکنم، میگم یا رب مباد که آمریکا محل دموکراسی و آزادی بیان پناهگاه جنایتکاران بشه. در هر حال بعد دیدید انتخابات درست کردن به فرم دنیای غرب. چیکار کردن؟ این انتخابات فقط یه نفر حق داشت کاندیدا باشه، اونم کی بود؟ اون ژرنالی بود که 17 سال معاون این بود و در تمام جرائمی که این داشت، جنایتهایی که داشت، شرکت کرده بود. ولی یک هفته اعلام کردن که 99.6% مردم به این آقا رأی دادن که رئیس جمهور بشه. اینا رو گفتن ولی نشونه ایدن تو تمام تلویزیون ها. من در تلویزیون پاریس دیدم که تمام جنوب یمن این ور اون ور تمام صندوق ها رو به آتش کشیدن، تمام جاهایی که گذشته بودن بر رای به آتش کشتن، ولی یهو دیدی از صندوق اینا سر در بردن. حالا همین کاریست که در سوریه هم دارن میکنن دیگه، و فعلا چون نمیتونن دیگه چلبی بسازن این حرفا، میگن آقا برو کار بذار کنار، بده معاونه. همین کاری یمن کردن، حالا به سوریه هم همینو میگن، میگن آقا برو بذار کنار، بده به معاونه. آخه یعنی از همه بدنه اون که نمیشه. چی اگه این دیکتاتور جنایتکاره، همه هم کارش هم از خودش بودن. یعنی میخوان که مثلا اگر فردا هم دیدن اوضاع ایران به هم ریخته شلوغ شده، این حرفو یک مرتبه از این ور برگردن بگن آقای خامنه ای ول کن برو بده به آقای خاتمی تا اونم بیرون مملکتتون اداره کنن. ببینید چه جور بازی ها میشه. این انتخابات همش این جوریه. الان انتخابات روسیه در پیشه. امروز دیدید یک زنجیر اعتراض درست کرده بودن مردم، 16 کیلومتر بود بر علیه پوتین، که ما نمیخوان و نباید پوتین بیاد سر کار. حالا دارن اونم منیپولاشن، یعنی دستکاری میکنن تا چجوری از آب در بیاد. این کاری که الان داره میشه فکر فرداش نیستن که اینا به نتیجه نمیرسه. مثلا در خود پاکستان ببینید چه هنگامه‌ایه. حالا بگذارید از افغانستان که پس از 10 سال ببینید چند روز، 5 روز الان آتش همیزه زدن، برای اینکه قرآن آتش زدن چند نفر آمریکایی رو کشتن. اینا دیگه باید فکر اینا رو باشن. مثلا دولت پاکستان با فشار گورده امروز صبح دیدید بولدوزر انداختن خونه که میگن بن لادن توش بود و گرفتن و کشتن، خرابش کردن. که اینجا معبد و پرست برای اسلامیون نبشه، از اونورم اسلامی اعلام کردن وقتی که ما از دیکتاتوری نجات پیدا کردیم بزرگترین مسجد رو در این محل میسازیم و بهش سجده میکنیم. ببینید این کارهایی که دارن میکنن اصلا به جایی نمیرسه. اشتباهات پشت اشتباهات داری یکی که میاد بیرون. و در مورد انتخابات ایرانم از بیرون هی دستکاری، هی این رسانه هایی که در اختیار خارجی ها هستن و این هایی که دلالانی که مال قدرت خارجی هستن، آقا رأی ندید، آقا نکنید، آقا فلان کنید، رأی دادن و ندادن اونجا آزاده. میگن هر کی میخواد بیاد رأی بده آزاد، از همه جای دنیا آزادتره. میگن هر کی میخواد بیاد رأی بده، شما وظیفه دارید رأی بدید، ما هم هر کی دلمون خواست از صندوق میاریم بیرون. از شما رأی دادن، از ما انتخاب کردن. اینم جواب جناب علی برای رأی دادن در ایران قرار. من ممنونم از شما، خیلی جالب گفتید از شما رأی دادن، از ما انتخاب کردن. بله ما هر که بخوام میاریم بیرون. شما چیکار ده؟ به همین دلیله که در ایران واقعا آزاده. به زور نمیگه، میگن هر کیو میخواد تو برید بدید آزاد. بله ولی ما نه ماشین کامیون میارن، نه با ایران مردمو میارن فرام کنه. من میگم بیان به هر کی میخواد نه ساندویچ میدن آب میدن، مثل همه اروپا که من ناظر بودم. ترن از وقت انتخاب، بعضی انتخاب جوی ترن میگیرن در بس از مارسی
6 تا 7 ترن در روز میردشون باره، ولی این خرجی هم نمیکنن، خیلی آزاد. اینه بهش میگن که عدالت اسلامی. شما برید رأی کنه بدید، هر کی بخواد بدید، ما هم شما وظیفه دارید، ما هم وظیفه، هر کی خواست مثلا رو میکشیم بیرون. من ممنونم از شما و امیدوارم که دوستان به گفته های شما توجه کنن. اگر پرسشی هست با ایمیل شما یا با ایمیل ما، یا اگر مایل هستن پیامی بذارن و پرسشی یا نظری دارن، این کار رو انجام بدن و من اون پیام ها رو برای شما ارسال میکنم یا با ایمیل در تماس خواهیم بود. و شما تا حالا هر کسی پرسشی داشته لطف کردید و پاسخ دادید و من از این بابت از شما ممنونم. خیلی ممنون. اگر صحبتی نیست از شما خداحافظی کنیم و بهترین ها رو براتون آرزو کنیم. سپاس فراوان از لطف و توجه حضرت عالی و این که آقای احمدیان گفتن مثل این که جناب عالی کسالتی دارید برای چی و فلان، آرزو دارم که کلی برطرف بشه، که همیشه با قیافه مردانه و صدای مردانه که دارید بتونید این تلویزیون مردمی رو که میفرمایید با مردم اجرا بفرمایید. من ممنونم از شما، شب خوبی براتون آرزو کنم. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، ممنونم که تا این لحظه با دوستان عزیزمون بودید، آقای بهمن احمدیان و آقای سرهنگ عقیلی پور. اگر پرسشی یا نظری دارید لطف کنید از طریق ایمیل و تلفن به اصطلاح ارسال کنید تا با شما در تماس باشیم. از دوستانی که در حین برنامه لطف کردن و زنگ زدن پوزش میخوام، چون ما امشب فکر کردیم که هر دوی این عزیزان رو در آن واحد داشته باشیم، به همین خاطر تلفن ها رو باز گذاشتیم و این بود که شما اون زنگ ها رو میشنیدید یا خط دوم میومد روی تلفن. در هر صورت از اون دوستان هم خواهش میکنم که لطف کنن و پیام بذارن تا باشون در تماس باشیم. اجازه بدید که برنامه ها رو دنبال کنیم و طبق معمول این برنامه های تلویزیون مردم رو ازتون خواهش میکنم که به دیگران هم معرفی کنید و بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو میکنم، به امید داشتن روزهایی بهتر و آیندهی روشنتر. روز روزگار بر شما عزیزان خوش.